صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. سلام خدمته الشبكة الجهانية وصالحاق والدستان عزيز قراميمون وغان خاصنا باشيد وغان این راهی که شما گرفتید راه انبیاء راه اولیاس و شما را از شما خیلی متشکریم که این راه ادامه میدید یعنی ایران شما وغان داره تغییر میدید مردم در همه تغییر کرده الان وغان این حرفای قشنگتون بخصوص حرفای آقای انصاری وغان مردم رو به سلامت سپاسگزار از شما برادر عزیز. در بحث هدایت شما بهش اشاره کردید، اگر یک نفر هم هدایت بشه واقعا مهم هست، واقعا یک در واقع امتیاز هست و یک توفیق هست از جانب الله متعال. فراموش نکنیم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث اینگامی که حضرت علی رضی الله عنه رو میفرستند به یک مأموریت برای دعوت قومی، خطاب به ایشون میفرمایند رسول الله صلی الله علیه و سلم که لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک من حمر النعم، اگر الله متعال توسط تو یک شخص رو هدایت بکنه به دین به راه حق از آتش جهنم نجات بده بهتر است برای تو ای علی از شتران سرخ. شتران سرخ در آن زمان مصداق ماشین‌های آخرین سیستم این زمان رو داره، در واقع ماشین‌های آخرین سیستم با قیمت‌های خیالی نجومی. پس چقدر ارزش داره حتی هدایت یک نفر، که الله توفیق بده به من و شما که سبب بشیم برای هدایت یک شخص. همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم حریص بودن در زندگی مبارکشون، می‌بینیم که هنگامی که نوجوان یهودی، نوجوانی که آزار و اذیت میکرد این رسول گرامی اسلام رو، این معلم اخلاق رو، این اسوه انسانیت رو، هنگامی که اون جوان رو ندید رفت در خونه‌شون رو زد، از پدرش پرسید که این جوان کجاست، این نوجوان نیست، چند روزی من ندیدمش، میومد منو اذیت میکرد، آزار میکرد، چون چیزی نگفت رسول الله، اما پرسیدن که این شخص نیست و پدرش گفتند که خطاب به رسول الله گفت که مریض هست، در بستر بیماری و مرگ هست. رسول الله رفت به عیادتش، بر بالین اون کسی که دشمنش بود و آزارش میداد نشست و باز اون رو دعوت داد. اون جوان نگاه کرد به پدرش، رسول الله اون نوجوان رو به مشرف شدن به دین اسلام فراخوند، رسول الله اون رو دعوت کرد که راه توحید و عبودیت الله متعال رو برگزینه. اون نوجوان نگاه کرد به پدرش به این معنا که آیا راضی هستی پدر، و پدرش گفت که اطع ابوالقاسم، اطاعت بکن از ابوالقاسم، از محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و اون نوجوان شهادتین رو بر زبان آورد، مسلمان شد و پس از این که مسلمان شد از دنیا رفت. رسول الله بسیار خوشحال بود، بسیار شادمان به خانه برگشت و می گفت که الحمدلله که توفیق داد شخصی توسط من از آتش جهنم نجات پیدا بکنه، این شخص توسط من از آتش جهنم نجات پیدا کرد، بار اله شکرت. پس ما هم چنین باشیم نسبت به انسانهایی که راه رو گم کردن، ولو این که حتی با ما در خصم و ستیز باشند، اما این گونه به اونها بنگریم که مریض هستند، بیمار هستند، راه رو گم کردند، گمراه هستند، نمیدونند، راه رو به اونها نشون بدیم و از الله بخواهیم که اونها رو هدایت بکنه. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته
لك حبا نقيا صافيا. حين ولدت أعطيت.